در آخر سال 2021 ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به 3 تریلیون دلار رسیده بود اما در آخر سال گذشته 2022 ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال فقط دوروبر 800 میلیارد دلار بود در طول سال 2022 یکی از بزرگترین پروژه های ارزی دیجیتال به نام ترالونا که مارکت کپ یا ارزش بازارش 80 میلیارد دلار بود و در لیست ده بزرگترین ارز دیجیتال بود در مدت یک هفته رفت صفر شد در طول 2022 یک از بزرگترین ونچر کاپیتال های بازار ارزهای دیجیتال به نام تر آرو کاپیتال از ده میلیارد دلار رفت سفر شد در طول 2022 دو, دو تا از بزرگترین پلتفرم های قرض دادن و قرض گرفتن ارزهای دیجیتال سلسیوس و بلاکفای رفت صفر شد در طول 2022 یکی از صرافی بزرگ ارزیستال داخل کشور آمریکا به نام وویجر رفت صفر شد ناگفته نمونه که در طول 2022 دومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال FTX رفت صفر شد 2022 بدترین سال تاریخ ارزهای دیجیتال بود و من ایرا میتونم تقریبا با ضمانت برایتان بگم که ارزهای دیجیتال نمرده ارزهای دیجیتال همینجا هسته ارزهای دیجیتال هر روزه فقط بزرگتر میشه اگر تو در 2022 داخل بازار ارزهای دیجیتال بودی منظورم از بودی این که هر روز خبرها رو دنبال کردی خواندی یاد گرفتی سرمایه گذاری کردی نه مثل یکی فقط یک ویدیو رو ببینه من مطمئن هستم که 2023, 2024, 2025 بهترین سالهای زندگی تو هستم سالهایی که تو واقعا پیشرفت مالی میکنی همه ما تم... نه تنها تو نه تنها من تمام کسانی که در 2022 داخل بازار ارزهای دیجیتال بودن چون او چیزهایی که من خودم شخصا در 2022 داخل بازار ارزهای دیجیتال یاد گرفتم در کل عمرم یاد نگرفتم چطوری یک بزنس مدیریت کنم چطوری یک بزنس رو پیش ببرم سیاست چطوری کار میکنه سیاست چی تاثیر روی بازارهای مالی داره سیاست بانک های مرکزی چطوری کار میکنه چرخه های بزنس دستکی هسته چطوری از پول مدیریت کنم چطوری از سرمایه مدیریت کنم چطوری پول من داخل مارکت همراهش کار کنم اینا رو من فقط در 2022 یاد گرفتم یه چیزهایی که من در 2022 یاد گرفتم در کل زندگیم نه پدرم نه مادرم نه مدرسه هیچ کسی برای من یاد نداد و من مطمئن هستم علم و رو که من در سال 2022 برای خودم جمع کردم سالهای سالها به دردم مخلدم. و من فکر میکنم هر کسی دیگه ای که داخل بازار ارزهای دیجیتال بوده گفتم یعنی بوده 2022 خیلی چیزا یاد گرفته و اگر تو یاد گرفته باشی هر کسی یاد گرفته باشه من فکر میکنم خرابی اصلی پشت سر ما هستن و ایره میتونیم با زمانت برتان بگیم که خرابی اصلی پشت سر ماه ما خرابی اصلی پشت سر گذاشتونیم درسته حالا ای به معنی نیست که بیت کوین نمیتونه چند هزار دلار دیگه پایین بره احتمالش هست بیت کوین چند هزار دلار دیگه پایین بره اما ما خرابی اصلی پشت سر گذاشتونیم بیت کوین از 69 هزار دلار رفت پایین الان چند تا 16 هزار دلار اوکی نهایتا 4 5 دلار دیگه میتونه بره پایین اما خرابی اصلی پشت سر ماست و ما الان فقط در روبروی فرصت قرار گرفتیم 2023 واقعا یعنی پر از فرصت هستن 2023 پر از فرصت سرمایه گذاری 2023 پر از فرصت شروع بزنس 2023 یعنی در دنیای مالی در دنیای تکنولوژی فقط فرصت داخلش وجود داره اگر تو بدانی که ارزهای دیجیتال برای چی ساخته شده ارزهای دیجیتال برای چی ساخته شدن ارزهای دیجیتال به درد چی میخوره چی مشکلات رو حل میکنه اون وقت میدانی که ما فقط از این بعد فرصت داریم اوکی فرصت یک جای ختم میشه خرابی یک جای ختم میشه خوبی یک جای ختم میشه ولی از این بعد ما فقط فرصت داریم سال 2023 از اون سالهایی است که تو تا که میتوانی وقت روی آموزش بگذار چون هرچی که تلاش کنی ازش سریعتر نتیجه میگیری مثلا 2022 هرچی که تو یاد گرفته باشی شاید اونا را در این سال 2023 بیشتر ازش استفاده کنید. درسته؟ اما این سال اگر 2023 یاد بگیری خیلی سریعتر میتونه به نتیجه برسه 2022 زیاد کسی نتیجه نگیره ایلون ماسک اولین شخص تاریخ شد که 200 میلیارد دلار پول از دست داد منظوریم که 2022 یک سال خیلی بد برای همه بود به نظر من 2023 پر از فرصت است. باید فرصت ها رو در 2023 تشخیص بده که سمرهش در 2024-2025 بگیریم منظورم می که فرصت های خرید از دست ما کم کم تمام میشه این فرصت های خرید های که ما امروز داریم امکان داره دو ماه بعد دیگه امکان داره پنج ماه بعد دیگه امکان داره شش ماه بعد دیگه تمام بشه مثل سال 2022 نیسته که کل سال طول بکشه تازه ما انتظار دارم که زودتر تمام بشه یعنی این قیمت که ما امروز داریم شاید خیلی زود قیمت ها بره بالا پس باید الان پول ذخیره داشته باشی بدانی چی خرید کنی بدانی کجا خرید کنی و آماده باشی و فرصتها رو تشخیص بدی خیلی راحت من بلران قبلی را بازار خرسی قبلی نبودم قبل بودم اما بلران قبلی را من کامل داخل مارکت بودم ات... یعنی بعض وقتها اتفاق میفته که یک آلت کوین در مدت دو روز سه روز صد درصد دو صد درصد درشت میکنه حتی بیشتر از 200 صد در صد درصد در, 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 در مدت دو شبانه روز این دیگه در بازارهای سودی کاملا عادیه و اینجا تو باید علمش داشته باشی تو باید پولش داشته باشی که از این فرصت, ای فرصت ها استفاده کنی این فرصت ها هستن هر چیزی که ما بیشتر در موردش گپ بزنیم در موردش تمرکز کنیم ذهن ما میره هموسم هم. بولران تمرکز مردم چیه فقط چارت میبینه قیمت ها میره بالا خبرهای داغ میه مردم هیجان میشه زمانی که مارکت در حال رشده همه ریسک فراموش میکنه که هر لحظه امکان داره وضعیت خراب بشه یا میتونه خراب بشه اونجا همه ریسک فراموش میکنه وقتی مارکت خراب شد مثلا یک چیزی مثل الان همه فرصت فراموش میکنه میگه میگه فرصتی وجود نداره فرصت تمام شده اینی اشتباهی است که اکثریت مردم داخل بازار ارزهای دیجیتال انجام میده سود نمیگیره پول از دست میده هدف از این ویدیوی است که 2023 پر از فرصت و تو باید هم از نگاه علمی هم از نگاه مالی آماده باشی که فرصت ها رو بگیری فرصت ها رو تشخیص بده و من فکر میکنم واقعا کسانی که 2022 داخل بازار اسهای دیجیتال بودن از این بعد خیلی خیلی نتایج خوب خواهد گرفت خیلی نتایج خوب خواهد گرفت اگر درست پیش بره من فکر میکنم همین بولرانی که ما در پیش رو داریم یکی از شاید بهترین فرصتی که ما در کل زندگی میتونیم داشته باشیم برای یک زندگی بهتر از نگاه مالی منظورم همه چیزم پول شده درسته هر کار کنی پوله هر زندگی مالیت خوب باشه از هر نگاه میتونی پیشرفت پیش کنی زندگی مالیت خوب باشه میتونی از فامیلت مواظبت کنی میتونی استرسی کمتر داشته باشی برای صحتت خوبه میتونی غذای بهتر مصرف کنی ورزش کنی خواب بهتر سالمتر کاری که دوست داری انجام بده کلا یعنی پول همه چیز هستم دیگه من خودم شخصا در ویدیو دیشبم گفتم تمرکزی می که تا که بتوانم برای شما فالوورای عزیزم در تیک تاک اینستاگرام یوتیوب خدمت کنم چیزایی که یاد گرفتم چیزایی که یاد میگیرم خبرا رو بیارم برای شما به اشتراک بگذارم تا شما بتونید ازش استفاده کنین و اینکه وقت بیشتر روی اپلیکیشن بگذارم بیشتر اپلیکیشن رو توصیه بدم پیشرفت بدم خب هنوز اپلیکیشن ما در نسخه بیتا هستن کارای اپلیکیشن بهتر کنم یا بهتر کنیم چون ما یک تیم هستیم اونجا کار میکنیم و بعدش ما به نیاز به یک کسی داریم که زبان انگلیسیش خوب باشه زبان فارسی دریکیه که زبان فارسی دریش خوب باشه و یک مدتی داخل بازار کریپتو بوده تجربه کار را داره داخل اپلیکیشن خبرها رو برای ما نشر کنه منظورم فقط کارش همین باشه که روزانه مهمترین خبرهای اقتصاد کلان و بازار ارزهای دیجیتال ترجمه کنه داخل اپلیکیشن بگذارد تا تمام دوستانی که از اپلیکیشن استفاده میکنه یا کسانی که داخل بازار ارزهای دیجیتال هستن از آخرین خبرهای اقتصاد کلان باخبر باشه دیگه اگر توی که ویدیو رو میبینی کسی هستی یا همچین پتانسیلی رو داره در اینستاگرام برام پیام بده گپ میزنیم بعدش ببینیم به نتیجه میرسه میتونیم با هم کار کنیم یا نه در غیر از او یک جان تشکر از شما دوستانی که ویدیو تا اینجا با ما همراه بودین ما امیدوار هستم که 2023 2024 2025 بهترین سال زندگی همه ما باشه ویدیو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین نظری هر چیز دارین در کامنت بنویسین تا ویدیو بعد خدا نگهدار